پیام من نمیتونه فقط راجع به باله باشه. بهتر. چون من امروز خودم رو بالرین نمیدونم. بهتر. امروز انقدر استعدادهای جوان و باسوادتر از من و در بطن کار آماده تر از من هستن که واقعا ادعای بی جایی من این کار بکنم. ولی میتونم اهداف بنیاد توس رو با آرزوی قلبی من دوباره تکرار کنم که حالا که این پیام به گوشت دوست برنامه شما میرسه، هموطنان عزیز میرسه، امیدوارم هر کسی این وظیفه رو به جان قبول بکنه و به همسایش، به دوست خارجیش، به رئیس ادارهش، به همکارش توضیح بده که ما هم هنر داشتیم هم داریم، ما فقط تروریست نیستیم، ما این پیام رو نداریم، ما در آرزوی صلح جهانی هستیم. بله. والا در طول تاریخ اگر نگاه کنید، ایرانی آدم‌هایی مثل فردوسی، مثل بزرگمهر، مثل سعدی، حافظ، سهروردی، ابن سینا، رازی، فارابی، بگیرید بیاد جلو، در همه زمین‌ها به جهان پیشکش کرده. آدمی مثل مولوی را جهان پیشکش کرده که همه می‌دارن می‌قاپنش، همه میگن از ماست. آدمی مثل ابن سینا رو درست کرده، کشوری میگه بله، یکی میگه عربه، یکی میگه ترکه، یکی میگه فلانه، و این در حال که خودش ایرانی. البته من بر این باورم که یک آدمی مثل ابن سینا یا مثل خیام یا مثل مولوی، این آدم جهانیه. خب مسلمه همه دوست دارن از اون باشه، اما کدوم ملت پروردتش؟ اول قبول بکنن که این ملت ایرانه که ابن سینا رو پذیرفته و پرورده، بعد بیان بگن خیلی خوب به زبان عربی هم کتاب نوشته و ما هم عرب ها هم بهش افتخار کنیم. چکیده سخن شما در اینجاست که ایرانی واقعا آدمی، ملتی بوده که به دنیا فرهنگ داده. این زاییده تعصب من و شما نیست، نه، واقعیت این واقعیت تاریخیه. همه اونها قبول دارن. یکی از 5 کتاب بزرگ در دنیا که چاپ میشه، پرتیراژ ترین کتابهایی که تا امروز در جهان چاپ شده، رباعیات خیامه. شما هیچ خارجی رو نمیتونید پیدا کنید که با رباعیات خیام آشنا نباشه. و حالا این بخت ما بوده که این در خراسان زاده شده، در خراسان هم در گذاشته، اگر اونم میخوابیدنش. در حال درسته، این جان کلام رو شما گفتید، ایرانی اینا رو می‌سازه. ایرانی تروریست نمی‌پرورونه. ایرانی همیشه در راه آدمیگری. و جالبه که همون هنر شعرگویی خودش هنره. بعض وقتا من شعرهای حافظ رو که می‌خونم می‌بینم این آدم با لغت نقاشی داره می‌کنه. دقیقاً. یعنی میاد تو ذهن من که این الان اون جایی که داره تشریحش می‌کنه چه جور جاییه. این هنره. حالا یکی هم با رقص میاد این داستان رو تو ذهن من میپرورونه، یکی میاد با موسیقی تنها میپرورونه. اینا همه نشانه استعداد عظیم ایرانی در انسانیت، فرهنگ و هنر. و حالا ما به هر حال میتونیم از طرف تلویزیون AFN و همچنین خود من به شما شاد باش بگیم که یک بانوی در برون مرز پولش رو، وقتش رو، زمانش رو، جوانیش رو، همه چیزش رو داره میذاره برای اینکه یک شاخه ای از هنر رو هم بشناسانه و هم اون هنرمندانی که الان فریستند و در خاطرات خوش دوران ناموریشون دارن زندگی میکنن، اینا رو هم دستشون رو بگیره بیارتون بالا بگه هنوز شما یادمون نرفتید. دقیقاً همینجوره. دقیقاً همینجوره. من و بقیه دین داریم، این دین اخلاقیمون به هنرمندانمونه. آفرین. من زبانم، صدام یک وقتی عبدالوهاب شهیدی بوده یا مرضیه بوده. امروز از هر کوچه زیبایی که میگذرم و بوی عقاقی گیجم میکنه، بی اختیار یاد اون میفتم، بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم.
اون زمان شعر اون شاعر، صدای اون خواننده، ساز اون نوازنده مبین احساس من بوده. من این پیام رو به گوش دلدار رساندم بله. یا به عکس، من یا من نوعی بله. امروز صدای دیگری، پیام دیگری، ولی اینها هنوز هستن بله. اونها من نشناختن، من اونها رو شناختم، من از صدای اینا استفاده کردم، من مبین احساسم بودن اینها بله. امروز من فراموششون کنم؟ نه درست نیست، حق نیست این کاری بشه، چون زمان ما در شرف پایانه. هر پیامی که دارید، هر سخنی که دارید، در حدود یک دقیقه وقت دارید که بشنوید. بسیار متشکرم. و دوباره تکرار میکنم که هر ایرانی هر کجا که باشه این رو به عنوان یک مسئولیت اخلاقی قبول بکنه و بتونه تمرکز همسایش رو، تمرکز حواس همسایش رو یا رئیسش رو، بغل دستیش رو به چیزهای غیر از مسائل جنگ و سیاسی ارتباط بده. من خودم به هیچ وجه هیچ مورد سیاسی رو نداشتم، نگرفتم، گرچه همه ما سیاسی هستیم. اصلا که من میدم سیاسی همه ما سیاسی هستیم. بنابراین اینها در قلب ما میمونه. خوشحالم و با افتخار امروز که اینجا نشستم، گرچه 26 نفر به من کمک میکنن، ولی هرگز حتی یک دونه بلیت نفروختیم. از هیچ سازمانی، از هیچ بنیادی نه پولی گرفتیم، نه هدیه قبول کردیم، هیچی. برای اینکه همه تلویزیون اینجا، یه تلویزیون همسایه، یه تلویزیون سوئد، برادر دیگر ماست. هممون باید با هم یک شکل داشته باشیم تا بتونیم این صدا رو برسانیم. متشکرم از وقتتون. بینندگان ارجمند، زمان ما در اینجا به پایان رسید. با سپاس از یکایک شما که وقتی از زندگیتون رو به این برنامه دادید. از همه شما بهتون خدا نگهدار میگیم و بدرود میگیم و تا درودی دیگر بدرود.